بله، در بخش گپ سلام افغانستان رسیدیم. ما در این بخش یک بانوی قهرمان، مبارز و بانویی که خیلی خوب درخشیده و حامی و حمایتگر همیشه در حمایت زنان بوده و همیشه از زنان حمایت کرده، یک مدافع خیلی خوب بوده، در کنار ما هسته. اما ای که کی هست؟ پیشی که رازیه جان دیگه بر شما بگه، میخوایم یک پیام را برای رازیه جان برسانم که یک دوستا پیام گذاشته بود برای من، گفته بود که رازیه جان بگه خدا اسپند کنم. ما حتما از برنامه که خلاص ما اسپندش میکنم. و رازیه جان مهمان ما کی هست؟ تشکر، سلامت باشی مسوره جان و دوستان، لطف دارن، قربان محبتتان. محبت شما به ما انرژی بیشتر میده تا اینکه بهترین برنامه را تقدیم شما خوبان و مهربانان بکنیم. در این بخش مهمان ما همون قسمی که مسوره هم در مورد خصوصیات و ویژگیش بر شما گفت، ما هم این مهمان مبارز را دعوت میکنم در برنامه بانو مسوره آرزو، رئیس بدمنتون در افغانستان و یک از بانوان تابوشکن که تابوهای غلط و نادرست را بر ضد سنت‌های نادرست شکستانده و امروز آمده الگوی شده بر تمام دختران و بانوان افغانستان. بانو مسوره آرزو تشریف میارن. خوش آمدین بانو آرزو. سلام، شما خوب هستین؟ سلام، زنده باشین. زنده باشین، تشکر. ما قبل از اینکه شما بیاین گفتم که شما یک بانوی تابوشکن هستین. دقیقاً ورزش در کشور مثل افغانستان به عنوان یک تابو بوده و شما آمدین تابو شکستاندین. سلامت باشین، واقعا جای افتخار است. خوشحال هستیم که امروز شما در کنار خود داریم. زنده و سلامت با بیننده هم اگر سلام کلام دارین. با تقدیم سلام خدمت تمام بیننده‌های عزیز تلویزیون زیبای میوند و همچنان خدمت کارمندان خوشکلام، بخصوص شما دوستا، سلام و عرض ادب دارم و صبح همگی بخیر. امیدوار هستم که صبح به ورزش آغاز کرده باشین. شما سلامت باشین، ولی من فکر میکنم که ما ورزش نکردیم ولی شما ورزش کردین، درست؟ اتفاقا نمیتونم که دروغ بگم، امروز نتونستم، باید من میرفتم به المپیک ولی من مهمان اینجا بودم دیگه، مو تایم که بود نتونستم. پیاده اومدین یا موتر؟ نه، موتر. سبانه داریم بانو آرزو، چه دوست دارین، چه میل دارین که نوش جان بکنین؟ تشکر، سلامت باشین. سبانه خوردین یا نه؟ سبانه هم نگرفتیم. بازم بخاطر ما خیر است، بگیرین بخاطر ما. فقط یک بادرنگ میشه بگیرین، چون امی رسم هست و نان نمک شویم به گفته همکارا که همیشه میگن. مسترا جان منتظر هستن که با اونا هم صحبت داشته باشیم. هم نام ماما هستن؟ بله، من پیشترم برش گفتم. اونا هم مثل شما قوی هست و موفق هست همیشه. معلوم میشه. فرمایید. سلامت. جوس هم آوردم، بفرمایید. سلام بانو مسوره، خوب هستین؟ صادمان، صبحتان بخیر. شما بخیر، خوب هستین؟ امیدوار هستم صبح خوب خوش را آغاز کرده باشین. سلامت باشین. بابیندای عزیز تلویزیون یک جا سلامت باشی عزیزم. خدا کنه که خودتان که در لحظات که در کنار ما هستی یک لحظه خوب خوش را داشته باشی. تشکر، در خدمت هستم. در آغاز میخوام بپرسم که زمانی که بدمنتون را آغاز کردین، به نظرتون دشوار بود یا آسان بود؟ یک کار سخت بود با مشکلات خیلی زیاد آغاز کردین، یا که با آسانی تانستین که بالاخره در این بخش موفق شوین؟ اتفاقا ورزش بدمنتون به نظر همگی دوستا یا همگی ایست که خیلی یک ورزش ساده، یک ورزش بسیار زیاد نظر به ما توپ که داره که یک پر بسیار کوچک است، بسیار ساده فکر میکنن و حتی خود من ساده فکر میکردم، ولی برعکس آنقدر قوت فیزیکی میخواه، آنقدر یک بازی مشکل است، آنقدر مانده میکنه که هیچ اصلا تصورش نمیکنه، نظر به اینکه خود از ما توپ میبینین، چون یک نفر است باید تمام امو میدان جمع بکنه، و دومی که
همگی به نام یک ورزش دخترانه، البته در افغانستان به نام ورزش دخترانه میشناسند، در حالی که ورزش است که بسیار زیاد قوت فیزیکی میخواد و خیلی مشکل است. صرف به خاطر پرش میگه. مسوره گاهی بازی کردی؟ بازی کردم، نمیخوام بگم که یاد دارم، بلد نیستم، اما خیلی دوست دارم، از بازی کردنش لذت میبرم. چون بازی هست که آدم را بسیار یعنی تحرک میندازه، بسیار بازی خوب است، اما بلد نیست. در قسمت انکشاف ذهن بسیار همکاری میکنه، کمک میکنه. بله دقیقا، ذهن قوی و انکشاف بده. بانو آرزو، میشه برای ما بگین که چقدر وقت تان صرف ورزش میکنه؟ ما بفهم که دیگه وقت تان باز چقدر میمانه بر کارهای دیگه تان؟ ما خودم بسیار کم ورزش میکنم و کمی کارهای مدیریتی را که بکنی خیلی زیاد دیگه، مسئولیت بسیار بزرگ دارم، نه تنها که رئیس به سطح افغانستان در این بخش هستم، به سطح آسیا هم رئیس هستم، البته به سطح آسیا در بخش زنا هستم، تنها در بخش در افغانستان هر دو بخش مسئولیت بزرگ را دارم و نه تنها در بخش بدمنتون بلکه در سایر ورزش ها من همکار هستم، کار میکنم. نظری به یک تجربه خوب طویل مدت دارم در ورزش، چون من خودم عضو تیم ملی والیبال افغانستان بودم و ضرورت است که در پلوی خواهرایی که تازه اینا به ورزش رو میارن ما کنارشان باشیم، مشوره بتیم، کار بکنیم با ایشان تا اینکه ما بتانیم اما راجستریشن زنا را ما بتانیم در سطح ورزش در افغانستان بیشتر داشته باشیم. اگر ما با مقایسه با ورزش یا ورزشکاران از آقایان داشته باشیم، سطح یا گراف ورزش زن یا ورزشکاران زن پایین تر است. ما در صدد هستیم که چطور بتانیم این ورزش ها را در مجموع در مخصوص بخش خانم ها بتانیم. ما خانم ها دست یک دیگر نگیریم، مردای یک وقت نگیریم. شما یک گلگوی از مبارزه و شجاعت هستیم. و ما به می خاطر شما گفتین که چقدر وقت شده شروع کردین، به خاطر از این که خانم ها یا دخترها اعتماد بکنن به ورزش، حداقل ام جنسشان یا دخترها، خانم ها باید در رأس فدراسیون باشن. مبارزه کردم که من باید یکی از کرسی های چیره بگیرم فدراسیون را، که مدت 7 سال از من رئیس هستم داره می بخش و نخستین دختر بودیم که در بین آقایان یا برادرای ما که رئیس های فدراسیون هستن به تاریخ ورزش کشور من تانستم که این افتخار به تمام زنای افغانستان بگیرم، از آدرس زنای شجاع افغانستان من رئیس در یک از فدراسیون. خوشحال هستم که موفق شدین. بانو آرزو، میشه بر ما بگوین که چیزی که معمول هست در تمام جوامع مخصوصا در افغانستان، معمولا آقایان میگه که دخترها یا بانوان زیاد به خود رسیدگی میکنن یا مثلا در مورد لباسشون بسیار حساس هستن، در مورد آرایششون، در مورد فیشنشون. و شما بدانیم که چقدر در مورد لباستون حساس هستین و چگونه لباس ها رو دوستین که انتخاب بکنین، آرایشتون میخواین چگونه باشه؟ اگرچه ورزشکار نباید آرایش بکنه، ورزشکار همیشه همو کرمچ بر پایش است و همو لباس ورزشی به طرف تمرینات میباشه یا میره، ولی بسیار زیاد مهم است برای یک خانم امو سلیقیش و زینت و زیب خانما در سلیقیش است که باید همیشه آراسته باشه، همیشه با لباس های بسیار خوب و لباس هایی که بسیار زیاد یعنی امو ام از لحاظ ذهنی اگر بگویم که ما بتانیم ام ذهن خدا آرام، چون با اکثریت لباس نمیتانیم یا رنگا نمیتانیم که آرام باشیم، زیادتر ما را ذهن ما را مخشوش میکنه. همیشه من کوشش میکنم از رنگای استفاده بکنم که من آرام باشم با اون رنگای آرام. و دیگه ای که خوش دارم که همیشه منظم باشم، در جامعه هستیم، در اجتماع هستیم، اما منظم بودن یا سلیقه داشتن خیلی مهم است، رول اساسی داره. بله، لباسان میخواین که رسمی باشه، لباس رسمی بپوشین یا من مطابق برنامه، مطابق اما روز که اگر من برنامه رسمی داشته باشم، من همیشه میخوایم که هافیشال باشم. روزی که اکثریت روزای پنجشنبه رخصتی در چی بود که حال دوباره شروع شده روزای رسمی، میخواستم با لباس افغانی باشم، زیاد دوست دارم. و روزای جمعه بیشتر دوست دارم که لباس افغانی، لباسی که چه برنامه معمولا همگی میشه. بله، و حتی جالب است روزایی که عید میباشه، نوروز میباشه، من مانند مردا چپن بر تن میکنم و چپنایی که شما میبینین که آقایان اکثریت میپوشن. و چند روز قبل در برنامه
نوروز پوشیده بودم و همه که سوال میکرد که خیلی جالب است که همیشه من خواهی مطابقم و وقت زمان و روز میتونم بله این خیلی خوب است و بانو آرزو وافر است در افغانستان که مثلا زمان یک بانو در یک رشته کار خود آغاز میکنه که او رشته به دیگران خیلی یک مورد جالب هست و اونا بر این باور هستن که بانوان نباید در این بخش کار بکنه. زمانی که در این رشته کارتان را آغاز کردین حرفایی که از مردم میشنیدین مثلا از همسایه ها از فامیلا کاکا ماما وقتی میشنیدین چی بود؟ مثلا چی براتون میگفتن؟ نظر معمولا نظریات منفی چی بود؟ اتفاقا من ورزش از ولایت شروع کردم که در اونجا حتی بر مکتب دخترها را درست اجازه نمی دادن که مکتب برن. بله. ولایت بغلان یکی از ولایاته که تا هنوز چالش های وجود داره در اونجا و هنوز ناامنی و هنوز سنت هایی هست که خیلی آزار دهنده است. ولی من از اونجا ورزش شروع کردم با تشویق فامیل. بر من مهم نبود که کی چی حرف میزنه. بر من مهمی بود که کی مرا سپورت میکنه و کی حمایتم میکنه. که فامیلم بود همیشه تشویق میکردن و دو را بر من انتخاب کردن ورزش و تحصیل. که من دمی اردو را زحمت خدا بیشتر کشیدم که تحصیلات خدا به پایان رسندم و تانستم که در پلی از یک ورزشکار بسیار خوب شوم. بله. و در کنار از این مسلک شما هم هستم که یک از خبرنگارای بسیار خوب و یک از انانسرای خوب بودم. که من کارا را از بخشای ورزش و خبرنگاری ورزشی شروع کردم تا ای که من خودم یک رسانه ورزشی داشتم و رسانه صوتی و تصویری ببخشین صوتی و چاپی بود. بیشتر ما کوشش کردم که حداقل بتونم نقش خوب را ما در جامعه. کشور در جامعه داشته باشیم، بخصوص نمایندگی خوب از زنای کشور بکنیم. اگر امروز بر ما فرصت هست یا بر ما زمینه مساعد است ما بیایم تشویق بکنیم دیگه خانم‌ها را. بر ما بسیار زیاد البته یکی از خاطرات ما است که زمانی که من به مکتب ورزش شروع کردم اونجا اصلا مدیری مکتب اجازه نمیداد که ما بریم ساعت ها را به ورزش رو اختصاص بدیم مصرف بکنیم. همیشه یک از یعنی شاگردای بازیگوش ما را نام مانده بودن و دیگه. ولی ما می رفتیم از میدان خاکی اون اونجا والیبال شروع کردیم و با توپ فوتبال ما والیبال می کردیم تا ای که بر ما توپ گرفته شد و جال گرفته شد و همون زمین ما آماده کردیم. بالاخره وقت رسید که من دوباره به اون مکتب رفتم از یک آدرس بسیار قوی و با یک تیم بسیار قوی والیبال در اونجا ما یک مسابقه دوستانه بین همون مکتب کرلیسی و من تیم از کابل برده بودیم و همون استادای مکتب همون مدیر مکتب همه افتخار میکرد بالای ما که ما شما را از طریق رسانه ها میبینیم نام خدا چقدر پیشرفت کردین و چطور رساندین خدا. هیچ وقت چیز مانی پیشرفت ما نتانست که باشه چون به او مبارزه کردیم. همین که شما گفتین تابو شکنی کردین و واقعا که نه تنها ما بلکه هم قطارای ما هم ورزشکارهایی که امروز هر کدامشان به تیم ملی هستن واقعا تابو شکنی کردن، ذهنهای مردم رو باز کردن، دنهای مردم رو بسته کردن تا اینکه چون ساده نیست در میدان بخصوص میدان ورزشی هر کس هر دید داره هر نظر داره ورزشکارا را کاملا به یک چشم دیگه میبینه. در حال که ماها هستیم که افتخار آوردیم، ما هستیم که افغانستان را با کشورهای دیگه معرفی کردیم. تمام دستاوردهای شما افتخار بزرگ است برای زنان افغانستان. مستونه جان چند سوال بسیار جالب را برتان آماده کرده که اصلا پرسان میکنه دیگه شما هم با سرعت زیاد جواب بدین. سوالت من قسم است که فقط با بله و نخیر دوستانم جواب بدین. بله نخیر خیلی ساده است. درست. اما سوالای مشکل. آماده خواستین بانو مستره؟ مجبورم سیم دیگه برنامه لایف است. اگر نتونستیم معذور. خواهش می‌کنم سوالت بسیار ساده. آیا شما یک شخص مغرور هستین؟ نه خیر. سفر کردن به کشورهای خارج را دوست داری؟ مجبوری است باید بریم. بله نه. دوست نداری؟ بله. رنگ های مورد علاقه تان سیاه و آبی است؟ دقیقاً. آیا یک انسان خودخواه هستین؟ نه خیر. تا حالا به خودتان خیانت کردید؟ نخیر. تا حالا مکتب گریزی کردین؟ نخیر. شما در اوقات بیکاری تان ورزش هم میکنید که ایره خو میکنین؟ واضح است. 24 سال. آیا شنیدن موسیقی شما را آرام میسازد؟ بله. آیا خوشتان میاد کسی شما را نصیحت کنه؟ بله. از اینکه امروز با ما هستید برای تان خوش گذشت و نظرتون در مورد برنامه ما چی بوده؟ ایره میشه که دارد چیم؟ نخیر.
برعکس. چرا؟ نه خیلی گفتم یعنی برعکس که بله. واقعا برنامه بسیار زیبا همیشه پر رسانه ها هستیم و برنامه های متفاوت را تجربه میکنیم، میبینیم با استعدادهای بسیار خوب آشنا میشیم و بسیار زیاد خوشحال بایستم که با دو چهره بسیار زیبا شاد دیگه ورزشی ورزش انشالله شروع کنین. چند دقیقه که هستیم انشالله خوش بگذره و کاملا راضی هستیم. زینه هایی که دفتر ما هست فقط امور تا بالا میرم امیقا ورزش داره امی همه خودش ورزش هست. و یک مورد دیگه، عادت که در کودکی داشتین و پدر مادرتان همیشه شکایت میکرد که حالا شوخی هر چیزی که بوده باشه، همه عادت های تاکنون هم با شما هست باقی هست یا حالا ترک کردین؟ باید ندارم که کدام عادت به خصوص داشته باشم که یعنی نصیحت میکردن که باید این خوب است یا خراب است، هر یک چیز را باید ندارم. شوخ نبوده؟ نه خیلی. رازی جان میاد بانو مثلا ببرسیم در ورزش خوب واقعا یک الگو هسته، آیا در کار خانم همی قسم الگو هستین؟ یا مثل ما واره هر کس که نام کار کار که بشنه مسئوله کار که کلی تعجب میکنه. من در آشپزی بسیار زیاد لایق هستم، یعنی یک آشپز بسیار خوب هستم، اما بقیه کار خانه رو خیلی علاقه مندش نیستم، بخصوص لباس تو کردن. مثلا پس یک روز ما اون چیز رضیه جان خو مهمان میکنیم ان شاء الله. ما در خدمت کدام غذا بتام قابلی ازبکی بسیار خوب میتونم او بسیار پس ان شاء الله ما در خدمت. بسیار خوب، آهنگ حتما میشنوین خیلی زیاد؟ آهنگ بله، آهنگ با هنرمندای افغانستان خیلی علاقه مند هستم. همیشه آهنگ، بدون آهنگ نمیتونه زندگی، بدون مطالعه کتاب نمیتونه پیش بری دیگه. دقیقا این دو چیز است که من همیشه در زندگی خود با خود دارم. یک سوال خصوصی تر، ازدواج کردین؟ نخیر نی ازدواج نکردین؟ بیام دم سوالات بلی نخیر میبود زودتر جواب میدونم بگم یه سوال بزودتر جواب میدونم. من میخواستم توضیحات بتن توضیحات بتن منظور از چرا هستی؟ چیزی میخواستی اضافه کنم اصلا؟ من میخواستم در مورد ازی، خب هر کس در ذهن خود یک خصوصیت را برای همسر آینده خود انتخاب میکنه که خواه شوه یا نشه، اما همه تمام دختر و پسر همین قسم یک عادت را دارن که دوست دارن که مثلا یک خصوصیت را مد نظر داشته باشن. شما خصوصیات و معیارهایی که دوست دارن که همسرتون در روشون داشته باشه چی است؟ خب ازدواج حق مسلم هر جوان است که باید ازدواج کنه و فعلا شاید همین سوال هم بکنین که چطور که تا به حال ازدواج نکردین یا نخواستین. من بسیار زیاد مصروف همی کار و مصروفیت هایی که دارم، بخصوص پلان و برنامه هایی که دارم در افغانستان، محدودیت هایی از که طرف مردا هست و به قسمت هم چیز گفته نمیتونیم بس که در قسمت باشه. بله، آیا اجازه میته کار بکنیم؟ آیا اجازه میته به مو برنامه و اهداف خود برسیم یا نه؟ خب من بیشتر خواستم که حداقل خود بشناسم، برای خود چیز بسازم، به یک جای برسم، حداقل بتونیم یک چند مدت مصدر خدمت برای مردم خود باشیم و بعدا به ازدواج فکر بکنم. طبعا امی دستاوردهایی که دارم من نمیخوایم که این همگیش قدر باره، همگیش یعنی کسی باشه که حداقل درک بکنه امو ارزش اینمی دستاوردهای مرا بفهمه و حداقل بگذارن در کنار ما باشه که من بتونم بیشتر پیش برم، به ما اهداف خود برسم. و این اهداف، اهداف من نیست، این اهداف ملی کشور است و اهداف هست که من میخوایم که به تک فرد جوان من بتونم که حداقل همکاری بکنم، حداقل اگر 5% امو سهم خود در جامعه داشته باشم و خدمت بکنم، من فکر میکنم که بعدا من میتونم احساس و آرامش بکنم. بهترین ها رو بر خاطر که ما جوانا امروز وطن ما میبینیم که در چی مشکلات هست و وظیفه ما هست که ما خودمان بسازیم. اگر ما منتظر بیگانه ها بشینیم، من فکر نکنم به جز از ایرانی آبادی رو به افغانستان بیاره. هر کدام ما در هر بخش این میالش، ما در بخش مطبوعات یعنی در خانه های همگی هستین، لبخند بالا با همگی میارین، با مو چهره شاد و با مو یک لبخند که میتین بر مردم فکر بکنین که یک کلام یک خدمت هست. دقیقا. که امروز ما هر روز خبرهای بسیار زیاد منفی میشنویم که انتحار شد و مردم کشته شد، در فلان جای جنگ است. اینو واقعا ذهن مخشوش میسازد. ای که شما یک لحظه که شما را مردم به تلویزیون یک دقیقه و یک ساعت میبینه،
اما فکرشان تغییر میکنه. هر جوان ما، هر فرد ما اونمو بنوبه خود مسئولیت خود در کشور داره، باید ادا بکنه. بله. حالا ما میخواییم که بدانیم کدام آهنگا رو بیشتر دوست داریم بشنویم، چه اونا آهنگا رو، آهنگای شاد، آهنگای آرام. همکارای ما سه بسته موسیقی را آماده کرده که برتان نشر میکنه، شما بشنوین و اگر قرار باشه که از این سه آهنگ یکی را برشنیدن انتخاب بکنیم، کدام آهنگ شما انتخاب میکنیم؟ سیتا قاسمی، غزال نایت و رجا راهش. خیلی علاقه من بودم یک آهنگ میهنی بسیار خوب را دمی صبح بشنویم که همگی یک چیز متفاوت بود. اما متفاوت بود چون اما نمیتونم که تغییر بتون، اما آهنگایی که شما انتخاب کردین و برنامه تانه روند شد. آهنگ اول که بود فکر میکنم از غزال نایت. غزال نایت ایره دوست داره خانم خوش صدای ما هستن، خیلی زیبا میخوانن، واقعا زیبا بود. بله. یک چالش دیگه هم دارن. بله. اما کمی مشکل تر مدلی ارسان بتن همکاری میکنیم حتما. یک آهنگ را به شکل کارتون درست کردیم که شما باشنیدن از او باید تشخیص بتین که آوازخوان از او کی است. آماده هستی؟ بسیار مشکل است. کمی مشکل است اما کمک میکنیم. نشر کنیم. ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی شدم، بازم کردم ز شادی دست پایی شدم، ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی شدم. خب کم فکر کنید. بگویم ما بگویم اول نامشون دال دال میه، اول نامشون دال میه، آخرشون دال میه، اولشون دال میه، اولشون دال، آخرشون دال، کلش دال. از همکارا از طرف نقل میده براتون، نقل حتما میکردین در مکتب دانشگاه؟ منم در نقل بسیار خوب مهارت داشتم. خب همکارا همیشه که امرایشون هم نه نگرفتم، بسیار چی بود، بسیار تیز بود. تخلص شما میگم داود پیدا بود، داود سرخوش داود. بله بله بله. کی نقل دادن؟ نه نقل خود نبود اما حد زدن. بله داود خیلی دقیق بود. من اکثریت آهنگاشو میشنم دیگه، علاقه من دستم بس آوازشون. ولی امروز ما فهمیدیم که همون نقلایی که در مکتب و دانشگاه کردین یادتان رفته، چون همکارا خیلی زیاد همراهیتان همکاری کرد، نقل داد ولی نقل نگرفتن نتونست. از نقل هر کس خاطره داره، چه از دوره مکتب چه از دوره دانشگاه. خب یک مورد دیگه هنوز مانده، هنر موسیقی یک هنر دلچسب هست که همه علاقه مندش هست و دوست داره. به او خاطر ما بیشتر تمرکز ما روی ازی هست و کوشش میکنیم که در بخش گپ همیشه از بخش موسیقی سوال و مورد جالب زیاده داشته باشیم. مورد دیگه ای هست که یک موسیقی هست، موسیقی بی کلام، یعنی تنها میوزیک هست که موسیقی را شما میشنوین و ولی فقط تشخیص میتین که این میوزیک مربوط به کدام آهنگ است و کدام هنرمند خوانده ایر. یعنی میتونین فکر میکنین که بتونین خودتان چقدر با آلات موسیقی، با هنر موسیقی چقدر آشنایی دارین و چقدر ارتباط دارین، ارتباطتان با هنر موسیقی چگونه هست؟ اتفاقا من خودم هیچ آله موسیقی و با هیچ دسترسی من ندارم، اما بسیار علاقه مند هستم که بشنوم، دیگه لذت ببرم از اونم و آهنگایی که مورد نظرم است و دوست دارم هنرمندار علاقه مندای خاص بز هنرمندای محبوب ما هستم. بله.
دیگه به این شکل متاسفانه که خودم هیچ دسترسی ندارم. بس باید این چالش هم پشت سر بگذارونی؟ ما همراهتان همکاری میکنیم. چی میگن؟ ما بانون همیشه با همکاری یک دیگه هستیم. ما همکاری میکنیم. فکر میکنم باید وقتی هسته که نشر کنم ما ببینیم که کدام هست. بله. خب همکارا اگر آماده هستن؟ امیر جان صبوری یکی از آوازخوانایی که بله. خیلی علاقمند صدایشان، علاقمند هنرشان است بله. و اکثریت وقت من میشنوم آهنگ، بخصوص آهنگ همی آهنگش بیشتر میشنوم جاده خالی است، خانه خالی است، بیشتر کوچه خالی است، کوچه خالی است، شهر خالی است، بالاخره ورزشکارا نیست اینجا بانو مسترا همه جا خالی است، اما استودیو سلام افغانستان همیشه پر است. بله. و یک مورد دیگر میخوایم که از شما بشنویم که در بین هنرمندان زن، هنرمندان البته آوازخوانای زن در افغانستان هستن و فعالیت میکنن، کی را فکر میکنین که تاب و شکن بوده و تانسته که خیلی زیاد مبارزه بکنه با سنت‌های نادرست، با افکار غلط مردم افغانستان؟ البته بعضن بعضی اشخاص و افراد هستن که یک دید منفی نسبت به هنر موسیقی داره، مخصوصا یک بانویی که بیایه آهنگ بخونه. واقعا بر ما همگی خواهرای ما که امروز هنر نمایی میکنن و اینا با موسیقی روح آوردن میخواین که از طریق موسیقی یک چیره بسیار خوب بر افغانستان داشته باشن و بتن یک لبخند خوب و یک خوشی بر افغانستان یا چند دقیقه وقتشان خوب بگذره. این خانم ها واقعا قابل قدر است، همگیشان تاب و شکن است، بخصوص دخترای امروز یا خانم های امروز که اینا بعد از دهی که یک رژیم سیاهی که ما داشتیم اینا به موسیقی رو آوردن، هر کدامش خواستن که تاب و شکن باشن، هر کدامشان خواستن که قربانی بتن خدا. واقعا امروز بسیار زیاد فعالیت خوب دارن، مبارزه کردن. در مبارزه فقط نام شما بگیرین، وقت برنامه خیلی اندک است. مگر بگیم ممکن خوب نباشه؟ آریانا غزل، آریانا جان سیتا در دهه اخیر بیشتر اونا تانستن، بخصوص در این شب و روزه که شما میبینین برنامه شانه، سیتا جان قاسمی، مجده جان، غزال عنایت، همه گیشان دیگه نمیتونم که مشخص ما نام بگیریم، بخاطر که اگر امروز هر کدامش در پرده تلویزیون ظاهر میشن، اگر در استودیو یا در کنسرت می داشته باشن می باشن، بر ما قابل قدر هستن، هر کدامشان بر ما نور چشم هستن. خیلی تشکر از حضورتون در برنامه، ما انرژی گرفتیم از دیدارتون. تشکر، زنده و سلامت. من فقط یک پیام کوتاه می خواهیم داشته باشم که دوستای عزیز بیان که در حفاظت از محیط زیست خود ما باید سهم خود داشته باشیم، سهم فعال خود داشته باشیم و همچنان در قسمت ورزش در پلوی ازی که در فعالیت های خانه مصروف هستین، بیاییم که روی باشگاه زیاد فکر نکنیم که ولک ما باید کلاب بریم، فیس نداریم، پول نداریم، کرایه موتر نداریم، حتی در چارچوکات خانواده ما میتونیم که برای 45 دقیقه الی نیم ساعت، یک ساعت ما بتونیم برای تندرستی و سلامتی خود برسیم. اگر امروز یک مادر صحتمند و سالم باشیم، ما بر آینده طفل صحتمند و جامعه تقدیم میکنیم. بس نیاز است که همگی خانم ها باید ورزش بکنن. لذت تشکر سلام که در کنار شما بودیم، خیلی خوش گذشت، لذت بردیم. بله. مستر آرزو رئیس بدمینتون با ما بودن و صحبت های خیلی خوب با ایشان داشتیم. مستر جان چی داره؟ حالا میام برنامه خیلی کوتاه و دوباره برمیگردیم.